أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقتی درباره اهل کتاب از سه جهت بحث فرمودن، جهت اول مشترک بین یهودی ها و مسیحا، جهت دوم مخصوص یهودی ها و جهت سوم اجمالی از اون چه مخصوص به مسیحا بود، اونگاه اون مؤمنین واقعی و علمای واقعی اهل کتاب را استثناء کردن، چون در هر امتی بالاخره یک گروهی ناجی هم. در همین سیاق آیه 155 که قبلا بحثش گذشت این چنین بود، فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 113 قبلا این چنین بحث شد. بعد از این که در آیه 112 سوره آل عمران فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باعوا بقلب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. فرمود این اهل کتاب استحقاق ذلت و مسکنت دارن، بل اینکه با آیات الهی کفر می‌ورزیدند و سنت سیئه اونها کفر ورزی با آیات الهی بود و انبیای الهی را بدون حق و مظلومانه شهید می‌کردند در اثر عصیانی که داشتند و اعتدا و تعدی که داشتند انبیا را شهید می‌کردند. اونگاه گروه کمی هم که در بین اینها اهل صلاح و نجات بودند اونها را از نظر دور نداشت. فمود لیسو سواءً من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیرا فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. فمود همه اهل کتاب این چنین نیستن، بعضی از اهل کتاب به جمیع ما جا به النبی مؤمنن، اهل نمازن، اهل امر معروفن، اهل نهی از منکرن، اهل سرعت در خیراتن و مانند آن. خب اگر بعضی از اهل کتاب این چنینن که آیات الهی را تلاوت میکنن، شب زنده دارن و شب به تهجد و نماز میپردازن و مانند آن، در اینجا یعنی در محل بحث آیه 162 سوره مبارکه نساء که محل بحث است، همون اهل کتاب را که منصفند استثناء فرمود. فمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. در صدر این بحث که از اهل کتاب به بدی یاد شد، از آیه 153 شروع می شد. فمود یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقط سألو موسا اکبر من ذالک. اونگاه متائن اهل کتاب را ذکر فرمود که اینها به وحی خاص تو ایمان ندارن، اهل حرمت میثاق نیستن، میثاق شکنن، قلبهای اینها مطبوع است و قفل است و قلف به مانند آن. ولی دو گروه را استثناء فرمود، یه عده علمای حقیقی هم
یک عده مؤمنین به حرفهایی که از علما گرفتن، فملاکن راسخون فی العلم، چون از علمای اهل کتاب به مذمت یاد شد در قرآن کریم که اینها یأکلون اموال الناس بالباطل، ان کثیر من الاحبار و الرهبان یأکلون اموال الناس بالباطل و مانندها. اونا که راسخ در علمن هم منزه از این تبهکاریان، هم هادیان خوبیان برای امتشون. رسوخ در علم این نیست که انسان در یک علم صاحب نظر باشد. علم وقتی در جان کسی جایگزین شد، زمینه عمل را فراهم میکند. یکی از بهترین راه ها برای که انسان متوجه بشود این مسئله را فهمید یا نه، ببیند آیا در مقام عمل ظهوری دارد یا نه. اگر علم در مقام عمل ظهوری نداشت، این شخص حقیقت علم را درک نکرده است. بعد از یه مدتی هم از یادش می رود، چون العلمو یهده بالعمل و این اجابهو به الار تحل. اصلا علم منادی عمل است، به عمل می گوید همراه من بیا. اگر عمل ندای علم را گوش داد، این هاتف غیبی را تقرین کرد، به دنبال علم حرکت کرد، این علم می ماند. وگرنه بعضی مدتی هم حالا یا رو علل اجتماعی یا رو علل طبیعی، بالاخره کم کم این شخص از جامعه علمی منزوی می شود و نوع علم ها هم از یاد او می رود و عوام می میرد. العلمو یحتف بالعمل، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که علم هاتف است، به عمل میگوید به دنبال من بیا. و این اجابهو، یعنی اگر عمل علم را اجابت کرد، به دنبال او حرکت کرد، که هر دو میمانند. و الا اگر عمل به دنبال علم نیامد و این هاتف غیبی را محترم نشمرد، ارتحل و الا ارتحل، یعنی علم رحلت میکند، هجرت میکند و چیزی در جان این شخص نمیماند. رسوخ در علم این است که آثار عملی ظهور بکند. وجود بارکه است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه وقتی فرشته ها را به عنوان راسخین در علم معرفی میکند، میفرماد به این که اینها نه تنها در عبادت کوشا بودند، بلکه اعتراف میکردند که این مقدار از عبادت شایسته مقام ذات اقدس اله نیست. این ما عبدنا که حق عبادتک در نهج البلاغه از زبان راسخین در علم نقل شده است. پس رسوخ در علم آن است که عمل را به همراه داشته باشد، این یک مطلب. و اگر گروهی راسخ در علم بودن، یعنی عمل در جان اینها ظهور داشت و از بدن اینها به دیگران ارائه شد و دیگران عمل به علم را در او دیدن، به حرف اینها اعتقاد پیدا میکند. یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در کتاب شریف غرر و درر این است که سر این که مردم اونچنان رغبت نشون نمیدهند که به مراکز علمی راه پیدا کنند و علوم اسلامی را فرا بگیرند، میبینن عالمان دین کمتر به حرفشون عمل میکنند. اگر عالمان دین به همه گفته هاشون یا به اکثر گفته هاشون عمل بکنن، بسیاری از مردم راغبند که علوم دینی را فرا بگیرن. مهمترین چیزی که نمیگذارد حوزه های علمی رونق پیدا کند، همین بیعملی بعضی از ما هاست. مسائل دیگر به هیچ وجه قابل اعتنا نیست، یعنی اون چه که انسان شیفه به علم را به حوزه ها می کشاند، هرگز گرانی و مسائل فشار مالی و اینها مانع راه نبود، چون سیره علما و تاریخ اینها نشون می داد که همیشه اینها فقیرترین مردم بودند و در هر عصری بالاخره یه عده مرفه بودند، یه عده متوسط، یه عده تقریبا محروم، و این طبقه سوم که محروم ترین اقشار جامعه بودن، سعی میکردن که مراکز علمی را حفظ بکنن. پس فشار مالی و مسائل تورم و اینها هرگز مانع نمیشود که دلباختگان به حوزه های علمی راه پیدا کنن. اون کم عملی یا ضعف عمل بعضی از ما هاست. غرض آن است که اگر علم رسوخ کرد، هم در خود عالم اثر علم ظهور میکند و هم دیگران به حرف چنین علمایی معتقد می شوند.
لذا این دو گروه را ذات اقدس اله استثناء کرد و این اختصاصی هم به امت مرحومه ندارد. در بین پیروان مسیح این چنین است، در بین پیروان موسی کلیم این چنین است. همه مردم فطرتاً عالم با عمل را دوست دارند و علم را دوست دارند. وقتی انسان به چیزی دل بست، مشکلات را در راه او واقعا تحمل می کند، یعنی اصلا برای او مشکل مطرح نیست. لذا راسخین در علم را و مؤمنینی که به حرف راسخین ایمان آوردن، این دو گروه را استثناء می کند. می فهمد گرچه ما گفتیم که اهل کتاب به ایمان نمی آورن، چه این که یهودی ها به مسیح و انجیلش مؤمن نشدن، اما لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. علمای راسخ در یهودیت هم به تورات و موسی علیه السلام ایمان دارند، هم به انجیل و عیسی علیه السلام، هم به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان می آورند. بله دیگه، بعد از اسلام البته. بله، ولی اول یهودی بودن. ولی این چنین نبود که مثلا بگوین دین ما برای ابد میماند، نظیر اون احبار و روحانی که یأکلون اموال الناس بالباطل تعصبی داشته باشن، بگوین دین ما خاتم است و خاتم. اینا چون راسخ در علم و حق را تشخیص دادن، بعد از تورات به انجیل مؤمن شدن، بعد از انجیل به قرآن ایمان آوردن و شدن مسلمان. پس اونها که از تو طلب می کردن یک کتابی از آسمان نازل کنی، این مال افرادی بود که تبع الله علی قلوبهم. و اما راسخین در علم هرگز چنین حرفی نمی زنن، لکن راسخون فی العلم منهم. و همچنین والمؤمنون، اونا که ایمان حقیقی داشتن، تعصبی هم نداشتن، اونا هم که به دنبال راسخین در علم قدم به قدم حرکت میکردن، اونها هم یؤمنون بما انزل الیک هم بما انزل من قبلک. اگر یهودیند، این چنین نیستن که در یهودیت باقی باشن، بلکه به قرآن ایمان می آورن و اون چه قبل از قرآن به نام انجیل نازل شد هم ایمان می آورن. و اگر مسیحی هن، این چه نیستن که در همون انجیل توقف بکنن، جز واقعی ها بشوند، بلکه به انجیل و عیسی علیه السلام و به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان داشتن. همونطوری که تو مسئله امامت ما واقفیه داشتیم، در مسئله نبوت و رسالت هم واقفیه داشتیم. بعضی ها تا امام، مثلا امام ششم رو این پذیرفتن بعد توقف میکردن، بعضی امام هفتم رو این پذیرفتن نسبت به امام هشتم سلام الله علیه توقف میکردن و مانند اون. این واقفیه که در مسئله امامت مشکلی داشتن، نظیر همون واقفیه بودن که در مسئله رسالت و نبوت مشکلی داشتن. ولی مؤمنین حقیقی هیچ وقوعی ندارند تا خاتم اوصیا علیهم السلام را میپذیرند، چه اینکه مؤمنین واقعی هیچ وقوعی نداشتند تا خاتم انبیا علیهم السلام را میپذیرند. لکن راسخون فی العلم منهم، علی حال اینها راسخین در علمن و راسخین در علم کسانی هن که به تورات و مبشرات تورات، به انجیل و مبشرات تورات عالمند و مؤمن. و چون بررسی میکنن ببینن به این که حرفی را که قرآن آورده مصدقن لما بین یدی هست، دلیلی ندارد که ایمان نیاورن. هم با پیشبینی و تبشیر اون کتاب های آسمانی هماهنگ است، و هم این که قرآن مصدقن لما بین یدی هست، داعیه بر تعصب ندارد. لذا در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 113 از اینها با تجلیل یاد کرد، همون لیسو سواءن، همه اهل کتاب یکسان نیستن، برای که منهم امه قائمه یتلون آیات الله آناء اللیل. صداتون برای یا جلوتر بشینید یا بلندتر حرف بزنید. لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. راسخین در علم
کسانی هستند که خوب میفهمند و فهمیده ها خوب عمل میکنند. مؤمنین به همه این راسخین در علم تأسی میکنند. این دو گروه در هر ملتی که باشند علمشون حقیقی و ایمانشون واقعی است و دیگه واقفی نیستن، اگر چون چه دلیلی به همون دلیلی که نبوت موسی را پذیرفتن و تورات را قبول کردن، با همون معجزه نبوت عیسی و انجیل را میپذیرن، با همون دلیل رسالت وجود مبارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آسمانی بودن قرآن را میپذیرن، چون معیار یکیست دیگر، چون که در آیه بعد اون معیار را مشخص میکنن. پس لکن راسخون فل علم منهم و المؤمنون، این دو گروه یؤمنون هم به ما انزل الیک هم ما انزل من قبلک، همون طوری که مسلمین تعصبی ندارن بلکه تعبدی دارن به بیان قرآن کریم، لم یفرقوا بین احد من رسله، هیچ فرقی نمیگذارن، اونم لا یفرقون بین احد من رسله. این یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی لا یفرقون بین احد من رسله. و قبلا فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و کتابی که بر شما نازل شده است. آیه 136 همین سوره مبارکه نساء قبلا این بود، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. راسخین در علم و مؤمنین واقعی، این دو گروه یعنی علمای حقیقی و مؤمنین حقیقی، اینها هم لا یفرقون بین احد من رسله، اینا بین هیچ پیامبری به پیامبر دیگر، بین هیچ کتابی به کتاب دیگر فرق نمی گذارن. اینا فورا ایمان می آورن می شوند مسلمان واقعی. این فرق میکنند. بله، این راسخون مربوط به اهل کتاب است. اون راسخون تعبیر شده است به ائمه علیهم السلام که لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. اونها مقامشون خیلی بالاتر از این است که به تعویل قرآن هم عالمند. خب لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون، اینا یؤمنون هم بما انزل الیک هم بما انزل من قبلک، یعنی لا یفرقون بین احد من رسله و لا یفرقون بین شیء من کتبه. اونجا شون متعلقش فرم کنند که لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون، سخن است علم به تعویل است، یعنی باطن قرآن یا تعویل به معنای حقایق خارجی که اول این معارف ذهنی به اون حقایق خارجی است که یومه یعتی تعویله. اونجا این چیز است که متشابهات قرآن تعویلی دارد که به ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، که علمای ما را هم جز راسخون در علم نمی دانند، یعنی مفسرین ما هم جز راسخون در علم نیستن، اونجا باید به تعویل قرآن عالم باشن. ما از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی هیچ کدام از اینها را جز راسخون در علم نمی دونیم، یعنی اون راسخون در علمی که در اول سوره مبارکه آل عمران بیان شده است که فرمود کتاب الهی کتاب آسمانی دو قسم است، یعنی بخشی از اون مربوط به محکمات است و بخشی از اون مربوط به متشابهات، و متشابهات تأویلی دارد. آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این راسخون در علم به ائمه علیهم السلام بر اونها منطبق است و تأویل هم به معنای باطن نیست، باطن غیر از تأویل هست، یعنی اون چه که حقیقت قرآن به اول دارد، به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله که فرمودند برابر این آیه که یوم یعتی تأویله، در قیامت تأویل قرآن می آید. تأویل قرآن یه امر مفهومی نیست، جزء مفاهیم ذهنی نیست که به تفسیر بگنجد، تفسیر در مقابل تأویل است و تفسیر یا ظاهر است یا باطن. تأویل از سنخ تفسیر نیست، از سنخ عینیت خارجی است. بر تقدیر اون راسخون در علم ائمه علیهم السلام نه متعلق فرمو کند
اگر گفتن راسخ در تأویل است حکم دیگری دارد، اگر گفتن راسخ در علم است حکم دیگری دارد. این بلازه مثل علم، یه وقت میگیم علم به باطن، علم به ظاهر، علم به اسرار، علم به حقیقت، علم به اعتبار، اون معلوم ها فرق میکند، وگرنه علم همون دانش است، متعلق علم فرق میکند. راسخون در علم اینجا یعنی کسانی که علم درشون رسوخ کرده و علم اگر رسوخ کرده باشد عمل رو به همراه دارد. اونجا راسخین در علم هم همین است، منتها متعلق شرم میکند که راسخین در علم قرآن به باطن قرآن عالمند، اینها تأویل قرآن را بلدند، وگرنه اصل علم و رسوخ در علم یه معنای جامعی است و تفاوت در متعلق است. خب راسخین در علم از اهل کتاب و همچنین مؤمنین واقعی که دنبال بهانه نمیگردن و جزء واقفیه در رسالت و نبوت نمیشوند، یؤمنون بما انزل الیک، یعنی به قرآن، بما انزل من قبل که اعم از تورات و انجیل، که با اون لیس و سوائنی که در سوره آل عمران فرمودن هماهنگ باشد. بعد فرمودن والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکات والمؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. در اعراب این کلمات که آیا اینها مبتدا خبر جداگانن، این مقیمین عطف بر همون مؤمنون است یا عطف بر راسخون است، یعنی راسخین و مؤمنین و مقیمین صلات و مؤتون الزکات اینها ایمان می آورند، والمؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم جمله جداست، یا نه از والمقیمین الصلاة جمله جدا می شود اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر خواهد بود. به هر تقدیر در نسب این والمقیمین الصلاة خیلی مسئله است که چطور این والمقیمین الصلاة منصوب شد. به قدر این مسئله در صدر اسلام و همچنین در ساقه اسلام اختلاف برانگیز بود که فخر رازی در تفسیر کبیرش نقل بکند که عثمان و عایشه گفتن اینها از اشتباهات کاتبان قرآن است که اینها به جای والمقیمون الصلاة که مرفوع بنویسند منصوب نوشتن. فخر رازی میگوید این حرف قابل قبول نیست، چون آیات قرآن به نقل متواتر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است و علمای اسلام در باره حدیث اجازه نمی دهند که چنین لحن و غلط و اشتباهی رخ بدهد، فضلاً از قرآن کریم. باید نکته ادبی این نصف را جستجو کرد. سخنی که از عایشه نقل شد اختصاصی به این آیه محل بحث ندارد. در سوره مبارکه مائده هم مشابه این هست، منتها اونجا مرفوع به جای منصوب قرار گرفت، اینجا منصوب به جای مرفوع قرار گرفت. در سوره مائده آیه 69 این است: ان الذين امنوا والذين هادوا. خب ان الذين اسم ان است، الذين به محل منصوب. ان الذين امنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى. خب اینجا سابعون مرفوع است، اون رو گفتن عطف است بر اون محل اولیه اسم، چون اسم اول مبتدا بود بعد این نصبش داد. اونجا هم همین مشکل رو دارن که چطور سابعون مرفوع است. یا این هازانه لساهران، باید گفته می شد این هازینه لساهران. لذا تو همین کتاب های ادبی هم این عنوان مثال مطرح است که آیا این این است یا این مخففه از مسقله نیست، یا این هست این نیست. چند وقتی که ذکر کردم این دو سه مورد، یعنی مورد محل بحث در سوره نساء و آیه 69 سوره مائده و همچنین این هازان لساهران، اینها شاهد شد که تا عایشه و امثال عایشه بگوین اینها از خطأ کتاب و نویسنده هاست، که بعد فخر رازی بگوید که این هر تام نیست، برای اینکه آیات قرآن کریم منقول به تواتر است و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. باید نکته ادبی منصوب بودن این مقیمین را جستجو کرد. بعد شواهدی هم از کلمات بزرگان ادب نقل می‌کنند که در این گونه از موارد شما هم می‌توانید نص بخوانید
هم می توانید رفع بخوانید، می توانید نصب بخوانید، برای اینکه این به عنوان اعنی، به عنوان عمده، این منصوب است برای تکریم، منصوب است برای تجلیل. میگوید مررتو به زیدن العالمه، میگوید اعن العالم، با اینکه زید مجرور است و عالم باید مجرور باشد، ولی شما منصوب میخوانید. این منصوب است بالمدح، مررتو به زیدن العالمه، یعنی مررتو به زیدن، کدوم زید؟ اعنی اون زید معروف به علم. اینجا که منصوب است به مد، نباید گفت نکته ادبی ندارد. اینجا همین طور است، راسخین در علم یا مؤمن واقعی کن اعن المقیمین از صلات، و صلات از اون جهت که عمود دین است، به این قبلت قبل ماسباه، به این ردت رد ماسباه، شایسته این تکریم هست. و درباره خصوص نماز آمد است که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب سایر عبادات هم همین طور است. این چه نیست که روزه نهی از فحشا و منکر نکند، یا حج نهی از فحشا و منکر نکند. هر واجبی را که انسان عبادی است و انجام میدهد، جلوی فحشا و منکر را میگیرد. منتها نماز یه خصیصه ای دارد که درباره نماز این وارد شده است، لذا جای ممدوح بودن و منصوب مات بودن هست، از این جهت منصوب شده است. و المقیمین الصلاة درباره خود مسلمین گذشته از ایمان به مبدع و معاد مطرح است، این دوتا حکم یعنی اقامه نماز و ایتاء زکات همیشه مطرح است. در بسیار از آیات هست که شما به خدا و قیامت ایمان بیاورید، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. یا مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و قیامت ایمان دارند و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در همون اول سوره مبارکه بقره وقتی از مؤمنین حقیقی سخن به میان می آید، اونجا هم باز می بینید از اقامه نماز و زکات مطرح است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ینفقون، که این مما رزقناهم ینفقون شامل زکات واجب و مستحب خواهد بود. و الذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و آخرتهم یوقنون، اینا به نبوت عامه و خاص معتقدن، به مبدا و موعد معتقدن. در بین فروع دین نماز و زکات یاد شده است. یعنی فرمود متقین کسانن که یؤمنون بالغیب، این یک، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، این بار نبوت عام و خاصه. دو، و بالآخرت هم یوقنون که مربوط معاد است، این سه. ولی در بین فروع دین فقط دو تا پر ذکر شد، یکی مسئله نماز است، یکی مسئله زکات. و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ینفقون که عام از زکات واجب و مستحب است. از این آیات در قرآن کریم کم نیست که در کنار اصول دین این دوتا فرع مهم ذکر می شود، یعنی اقامه صلات و ایتاء زکات. اینجا می فرماید که مقیمین صلات، کسانی که نماز را اقامه می کنند و زکات را تأدیه می کنند و به قیامت معتقدند، ما اجر عظیم اینها را خواهیم داد. خب اگر چون چه این مقیمین صلات و مؤتون زکات عطف بر راسخون بشود، یعنی لکن مقیمین صلات و مؤتون الزکات که واقعا نماز را اقامه کردن و زکات تأدیه می کردن، به تو و قرآن ایمان آوردن، چه این که به موسی و توراتش، به عیسی و انجیلش ایمان آوردن علیهم السلام. و اگر خودش تلیعه جمله باشد، اونگاه والمؤمنون بالله والیوم الاخر که عطف بر همین مقیمین صلات و مؤتون الزکات است، مبتلا خواهند بود. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر می شود. به هر تقدیر هم اون گروه کمی که عالم بودند با عمل و گروه کمی که به دنبال علمای واقعی حرکت می کردن، حق اونها محفوظ شد که اونها ایمان دارن بدون تعصب و در مسئله نبوت واقف نبودن، یعنی جز واقفی نبودن، و همی که اجر عظیم اونها را ذکر کرد. حالا برهان مسئله چیست؟ چرا اونها یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک؟ برهان مسئله این است که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. ما یه حرف جدیدی که برای تو نیاوردیم. اونا به چه دلیل اصلا به نبوت موسی و حقانیت تورات ایمان آوردن؟
به چه دلیل به رسالت مسیح علیه السلام و به حقانیت انجیل عمر بودن؟ همون دلیل درباره رسالت توی پیغمبر و حقانیت قرآن هست دیگر. مضمون اینها یکیست، راه اثبات اینها هم یکیست. اگر راه اثبات اینها معجزه است، اونها اقامه کردن، تو هم معجزه آوردی. مضمون اونها درباره اصول توحیدی و معارف الهی و دعوت به قسط و عدل بود، مضمون کتاب هم همین است. دلیل ندارد که اونها به تورات موسی ایمان بیاورند ولی به قرآن تو مؤمن نشوند، یا به انجیل مسیح علیه السلام ایمان بیاورند و به قرآن تو ایمان نیاورند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. انبیایی که بین نوح و بین ابراهیم سلام الله علیه بودن خیلی در قرآن کریم مشخص نیست الا گروه کم. به قسمت مهم انبیا را که در این خاورمیانه زندگی میکردن انبیای ابراهیمی تشکیل دادن. حالا اون خاور دور یا باختر دور چه پیامبری بود از اونها خبری نیست. یقینا هر جا بشر هست و فکری هست ذات اقدس اله راهنمای فرستاد، حالا یا بالاستقلال و الاصاله یا نماینده های از طرف اونها رفتن. فبودن این من امت الا خلافی ها نظیر. ولی هنگام نزول قرآن کریم رابطه بین این قسمت خاورمیانه، یعنی بین حجاز و عراق و ایران و این فلات وسیع و خاور دور و باختر دور قطع بود. اگر می فرمود ما برای کسانی که اون طرف اقیانوس کبیر زندگی می کنن پیامبری فرستادیم، امتی بودن، کتابی فرستادیم، هیچ راهی برای تحقیق نبود. ولی انبیایی که در این خاورمیانه زندگی می کردن راه برای تحقیق بود. چنگی در سوره مبارک هجر می فرماید به این که ما بعضی از امتهایی که حرفای انبیا را نپذیرفتن اونها را به عذاب معذب کردیم، آثار اونها سر راه شماست. شما که میخواهید از مکه به شام سفر بکنید، این دوتا شهر عظیم که آثار باستانی هم هست، این نهمال به امام مبین. امام مبین اون بزرگ راه رو میگن امام. فرمود این سر راه بزرگ شماست، شما وقتی از مکه به شام میروید اون راه فرعی رو رها کنید، اون راه اصلی، اون بزرگ راه رو که طی میکنید، دوتا شهر ویران شده از سر راه شماست، اونجا میبینید. اگر یک کسی آثار باستانی رو بشناسد میبیند که این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اونایی که متوسمن یعنی وسم شناسن، سیما شناسن، آثار باستانی رو میشناسن، میفهمن که سلاطین مقتدری در این سرزمین زندگی میکردن. بر تقدیر میفهمد به این که ما انبیای ابراهیمی و انبیایی که بعد از نوح بودن برای هدایت مردم فرستادیم و همون افکار و همون علوم و همون معارف را با همون راه اثباتی یعنی اعجاز برای شما فرستادیم. دلیلی ندارد که اینها را نپذیرید. الحمدلله رب العالمین.